امیدوارم سپاه پاسداران نخواد جبران بکنه، به این خاطر که در واقع اغلب این حملات نوعی واکنش به کارهای ایران بوده و خب جبران کردنش منجر به زنجیره خواهد شد که آخرش مردم ایران هزینه جنگ افروزی آقایون خواهند داد. متا شما اگر برگردید از خود 10 سال پیش نگاه بکنید به داستان، یه واقعیت فکت داستان این هست که تقریبا تمام عملیات های برون‌مرزی سپاه قدس مخصوصا علیه منابع اسرائیلی یا در نطفه خفه شده و لو رفته یا در همون لحظات اجرا در واقع مچ گرفتن. یعنی تقریبا میتونیم بگیم بلا استثنا تمام این عملیات، یه بخشی از اینها و نه فقط سپاه قدس، حتی عملیاتی که بخشای دیگه مثل اطلاعات سپاه انجام دادن، عملیاتی که در ترکیه انجام دادن که یک جنجال انجام میده، نهایتا گفته میشه آقای طائر سر این صندلیش رو از دست داد. خب ببین این نشان دهنده یک نفوذ سطح بالا است از یک طرف، اما نشان دهنده آچمز شدن هم هست دیگه. یعنی نشان دهنده این هستش که فعلا دستگاه اطلاعاتی ایران واقعیت هستش که به اون سبک همیشگیشون نمیتونن به قول خودشون انتقام بگیرن. اینجاست که دوراهی وجود داره که یک راش خیلی خطرناکه. دوراهی این هست که یک طرفش در واقع دستگاه اطلاعاتی ایران بپذیرن این مسئله رو، در میگم وقتی از دستگاه اطلاعاتی حرف میزنم تو این ماجرا مشخصا سپاه قدس اطلاعات سپاه پاسداران رو دارم حرف میزنم، یا بپذیرن داستان رو برن به سمت کاهش بحران، یا ناگهان دست به دیوانگی بزرگ بزنن. من تا اگر 2 هفته پیش از من میپرسیدید فکر کنم مثل همه ناظران حرفم این بودش که درسته بحران خیلی بزرگ تشدید شده، درسته به ادعای در واقع طرفداران جمهوری اسلامی یه جورایی دارن سیاست افزایش تنش برای گرفتن امتیاز رو دنبال میکنن، دفعه پیش راجبش صحبت کردم، منتها بهتون میگفتم که جمهوری اسلامی جنگ نمیخواد و کنترل میکنه، منتها مسئله پاکستان که پیش اومد دیگه مسئله عوض میشه. یعنی ببینید سطح واضح هست که مقامات جمهوری اسلامی محاسباتشون این بودش که پاکستان واکنش نشون نمیده، اون که خیلی دیگه بد شد حکومت که این همه ادعا داره ما پدافند داریم فلان داریم موشک بزنن به خاکش بتونشون بکنن اون ور، که موقعی این اشتباه محاسباتی در این حد رخ میده، یعنی توهم اقتدار توهم غرور این به اینجا میرسونه که فکر میکنن که خب حالا ما میزنیم موشک هیچ چیز نمیشه و چنین اتفاقی میفته، اون موقع ممکن است اشتباهات محاسباتی بزرگتر بلا فاصله کار دست ما بده. بنابراین راست بخوای راه دوم هم وجود داره و اونم که ایران رو به سمت یک درگیری عظیم ببرد. بسیار خوب آقای ندیمی، سلام میکنم به شما، هم خوش آمدید. آقای مهدوی آزاد، در اون ابتدای صحبتتون گفتید که برنامه‌های جمهوری اسلامی و سپاه قدس پاسداران تعدادیشون یا بخش زیادیشون لو رفته، یه مقدار برای ما اگر کوتاه هم توضیح بدید که چرا لو رفته؟ آیا به خاطر اینه که افرادی که دورشون جمع شدن مثلا افراد پولکی هستند که با دادن پول مثلا سیستم‌های اطلاعاتی اسرائیلی یا حالا هر کشور دیگه اینها رو خریدن؟ چرا؟ برای چی لو رفته؟ ببینید که لو رفته این فکت دیگه وقت نمیشه من توضیح بدم، ولی مثلا جمهوری اسلامی 2 بار در هندوستان میخواسته کاردار نظامی اسرائیل یا مواد اسرائیل رو بزنه، هر 2 بار یه باش ناموفق بوده، 1 بار قبلش گرفتن، در ترکیه هم ملیات لو رفته، در آفریقا میخواستن کار بکنن، آمریکای لاتین میخواستن بکنن لو رفته، در آسیای میانه میخواستن کار انجام بدن دوباره لو رفته یا ناموفق بوده. برای اینکه فکت در اصولا در 10 سال اخیر تقریبا میتونیم بگیم همش اینکه چرا مسئله پیچیده تر میشه، یک بخشش به هر حال برمیگرده به توان تکنولوژی که اسرائیل، آمریکا، جبهه غرب در شنود، جمع‌آوری اطلاعات، رهگیری ممکنه این باشه. منتها شما موقعی که شکل فعالیت حفاظتی جمهوری اسلامی رو نگاه میکنید و شکل تسلط دستگاه اسرائیل رو نگاه میکنید، یعنی که مثلا میدونن محرمانه ترین پرونده اتمی ایران کجاست و چه ساعتی خالیه، میان قشنگ جوشا رو باز میکنن، گاف صندوق رو با جوش باز میکنن، معمولا میبرن، یا میدونن مثلا رئیس سازمان اطلاعات سپاه قدس با نشان تو کدوم ماشین کجاست. این شکلی که نگاه میکنید دیگه بحث شروط نیست، این بحث خیانته. به وضوح یعنی در واقع تونستن نفوذ بکنن، به وضوح تونستن بخشی از مقامات رو بخرن، اینم دیگه در حد دربون و اینا نیست، در حد مقامات سطح بالاست. داستان خیلی ساده است. ببینید ساختار ایدئولوژیکی مثل جمهوری اسلامی که یه شعار بی سر و ته میده و بعد از سر نقطه سر اون شربت شهادت که میشه بوده برمیگرده اول، و بعد هر کسی که از نزدیک یا دور نگاه کنه میبینه به شدت فاسده، همشون نشستن سر سرفرایز انقلاب سهم خودشون میخوان. ببین تو این داستان خیلی واضحه، در کسانی که در داخل حکومت باشن سهم خودشون رو نگرفته باشن، این یک، یا نه تعلقات ملی گرایانه داشته باشن، اینها با این سیستم دچار مشکل میشن و خیلی راحت جذب در واقع گروه های مخالف دشمنانش خواهند شد.